چند شغل یا کار هست که اینا خودش مکروهه. در جلسه گذشته گفتیم یه سری کارا هست که هنگام معامله کردن مکروهه. در این جلسه میخوایم بعضی از مواردی که خودش مکروهه، اصلا خود این نوع کار، این نوع شغل، این کار مکروهه، اینا رو میخوایم خدمتون عرض بکنیم. مورد اول که خودش مکروهه، ملک فروشیه. این که انسان زمینش، خونش، مغازش اینو بخواد بفروشه، ملک فروشی یا فروش ملک، اینا مکروهه. الا اینکه کسی ملکی که میفروشه یه ملک دیگه به جاش بگیره، یا حالا کسی ضرورتی داره، مثل اینکه اگر این ملک رو نفروشه در اولیات زندگیش میمونه، اون نه. ولی اگر جای انسان نیاز نداره بیاد ملکی رو بفروشه و جاش ملک دیگه نخره، این مکروهه. مورد بعدی که خود شغل و خود کار مکروهه، قصابی هست. قصابی مکروهه. حالا یعنی چی؟ اینو توضیح بدیم. قصابی مکروهه یعنی انسان شغل خودش رو سربریدن حیوان قرار بده. منظور ما از قصابی اینه که انسان شغل خودش رو سربریدن حیوان قرار بده. و الا مثلا گوشت فروشی عیبی نداره. خیلی از قصابیایی که در سطح شهر هستن، اینا شغلشون سربریدن حیوان نیست، گوشت میفروشن. گوشت فروشی مکروه نیست. اگر کسی شغلش رو سربریدن حیوان قرار بده، اون مکروهه. یا اینکه نه، من گهگاهی حیوانی رو سر میبرم، گاهی مرغی، گوسفندی، چیزی باشه، گهگاه سر میبرم، اینم مکروه نیست. اونی که مکروهه اینه انسان شغل خودشو قصابی قرار بده. حالا ممکنه کسی قصاب باشه، سر میبره حیوانا رو، بگه خب من چیکار کنم، مردم نیاز دارن. نه، این در شرایط عادیه. یعنی در شرایط عادی آدم میتونه یه شغل دیگه داشته باشه، میتونم سربریدن حیوان رو به عنوان شغل خودش قرار بده، مکروه اینو انتخاب بکنه. ولی اگر جامعه نیاز داره به یه سری افرادی که قصاب باشن، حیوانا رو سر ببرن و تمیز بکنن، گوشتش رو جدا بکنن، سپا بیارن تو قصابی ها، مؤمنین برن بگیرن و استفاده بکنن، در این گونه موارد چه بسا وظیفه شخصی باشه که نسبت به شغل قصابی اقدام بکنه. مورد دیگه ای که خود کار مکروه، کفن فروشیه. کفن فروشی که انسان شغل خودش رو کفن فروشی قرار بده، اینم یک کار مکروهه. مورد دیگه معامله کردن با مردمان پسته. آدمایی که دغل کارن، همش دروغ میگن، آدمای فرومایه، پست، انسان با این گونه افراد معامله بکنه مکروهه. بالاخره شما که میخوای معامله کنی، میخوای یه خرید و فروش انجام بدی، میخوای یه چیزی از یکی بخری، یه سودی هم به اون برسه، برو در مغازه کسی که مؤمنه، متدینه، چه بسا فقیره، چیزی که میخوای بخری بذار یه سودی به جیب اون بره. و الا انسان بره با آدمایی که خیلی پستن، لاابالین، با اینها معامله بکنه، این مکروه. مورد دیگری که مکروهه، خرید و فروش طلا به طلاست، یا نقره به نقره، یا طلا به نقره، یا نقره به طلا، که بهش میگن بیع صرف. یعنی خود طلا رو به طلا خرید و فروش بکنن، این مکروهه. پس خوب دقت بکنید، طلا فروشی مکروه نیست. این طلا فروش الان طلا رو میفروشن، پول میگیرن از شما. یعنی طلا به پول مکروه نیست، طلا به طلا مکروهه، نقره به نقره مکروهه، اشتباه نشه. مورد بعدی معامله کردن بین اذان صبح و اول آفتاب، بین و طلوع این معامله کردن مکروهه، خوب نیست. الا چی؟ الا موردی که مردم واقعا نیاز دارن، مثلا نانوایی. نانوایی باید صبح زود باز کنه، مردم برن نون بخرن، صبحونه بخورن، خیلی زود برن سر کار، یا سوپریا، لبنیاتیا، اینا نه. ولی کسی که میتونه معاملاتش رو وقته دیگه انجام بده، حالا بندازه بین طلوع این، اون مکروهه. مورد آخر اینه که انسان در جای تاریک معامله بکنه که اگه جنسش عیبی داره مشخص نباشه. مثلا ماشینش خیلی رنگش رفته، رنگش پریده، ببره توی جای تاریک اینو بفروشه که عیبش مخفی بشه، اینم مکروهه.